سلام بر شما به برنامه امروز ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه نخست گزارشی داریم درباره دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اعضای مجلس خبرگان و تاکید دوباره او بر ضرورت افزایش جمعیت در ایران در ادامه گفتگویی خواهیم داشت با عبدالله محتدی دبیر کل حزب کمولی کردستان ایران در خصوص گروه تروریستی داعش و نگرانی های جهانی از عملکرد آن و چالش های پیش روی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی در مقابله با گسترش نفوذ آن با ما همراه باشید. سلام بر شما به برنامه امروز ایران و جهان در هفته گذشت خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه نخست گزارشی داریم درباره دیدار رهبر جمهوری اسلامی با اعضای مجلس خبرگان رهبری و تاکید دوباره او بر ضرورت افزایش و جمعیت در ایران در ادامه گفتگوی خواهیم داشت با عبدالله محتدی دبیر حزب کموله کردستان ایران در خصوص گروه تروریستی داعش و نگرانی های جهانی از عمل کرده آن و چالش های پیش روی کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی در مقابله با گسترش نفوذ آن با ما همراه باشید به رغم معضلاتی چون خوشسالی، بیکاری، مهاجرت روسایان به شهرها و گسترش هاشی رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر خواستار پیگیری جدی طرح افزایش جمعیت شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری بار دیگر تاکید کرد که از نظر او افزایش جمعیت موضوعی مهم برای اقتدار ملی است. خامنه ای در این سخرانی تحلیل خود را مبنی بر آنچه وی متزلزل شدن پایه های فکری و عملی تسلط نظام قرب و نظم کنونی جهانی میخواند بیان کرده است وی گفت هستند کسانی نه فقط در کشور ما در منطقه در منطقه آسیا هنوز کشورهایی دولتهایی شخصیتهایی رجال سیاسی جریانهایی وجود دارند که درک نمیکنند این واقعیتی رو که بیان شد اینا معتقدن که ما در مقابل غرب یک راه بیشتر نداریم چون یا بایستی باید تسلیم غرب شد حالا این تسلیم یا با تو رقبت است یعنی پذیرش ارزش های غربی تسلیم شدن در مقابل نظمی که اونها ابراز میکنن و توقعاتی که برای اداره جهان دارن یا اینه یا اگر چنانچه به تو و رغبت یک کشوری تسلیم نشد نرفت طرف اونها با اونها همکاری نکرد نسبت به خواسته های اساسی اونها تو و اطاعت نشون نداد طبعا مواجه خواهد شد با فشار حالا فشار اقتصادی، فشار تحریم، فشار سیاسی، فشار نظامی ناچار باعثی تسلیم شد یا تسلیم آرام یا تسلیم با سرزدا و مشکل این تحلیل وجود داره این غلط این تحلیل تحلیل خطرناکی است در کشور ما هم گوش و کنار این تحلیل ها وجود داره خامنه ای در ادامه هم گفت توجه بکنیم که ظرفیت های ما توانایی های ما فقط اون چیزهایی نیست که ما در داخل داریم ما در بیرون کشور هم ظرفیت های مهمی داریم طرفدارانی داریم عمق راهبردی داریم در منطقه در کشور بعضی به خاطر اسلام بر بعضی به خاطر زبان بعضی به خاطر مذهب شیعه اینها عمق راهبردی کشور هستند و روز توانایی من. از همه این توانایی ها باید استفاده کنیم علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنان خود هم مسئولان را به حمایت از دولت حسن روحانی فرا خاند و گفت همه باید از دولت حمایت کنیم رهبر جمهوری اسلامی گفت دولت محترم در این یک سال کارهای زیادی انجام داده و توفیقات فراوانی داشته است بنابراین حمایت از دولت و دستگاه های اجرایی وظیفه همه ماست خامنه ای در این حال گفت البته این به معنای انتقاد نکردن و مطرح نشدن نقاط ضعف برنامه ها و سیاست های اجرایی نیست اما این انتقادها نباید به صورت تخریب باشد اما در خصوص مسئله افزایش جمعیت که خامنه ای در این سخرانی مجددا خواستار آن شده گزارش های متفاوتی منتشر شده که بیانگر تناتوانی دستگاه ها و نهادهای مسئول در فراهم کردن نیازهای ابتدایی و زیرساخت های لازم برای جمعیت کنونی کشور است یکی از این گزارش ها به افزایش روند مهاجرت از روستاها و گسترش حاشیه نشینی مربوط می شود که یک روز پیش از اظهارات خامنه ای در خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد در حالی که تامین آب برای جمعیت 77 میلیونی کنونی ایران به مازلی جدی تبدیل شده و احتمال جیرهبندی آب افزایش یافته رهبر جمهوری اسلامی مردم و مسئولان را فرا خوانده شماره ساکنان کشور را به 150 میلیون نفر افزایش دهند. بیش از سی سال بی برنامگی و هر جمع مرج گسترده در استفاده از منابع طبیعی در کشوری که در کمربند خشک جهانی قرار دارد ایران را در موقعیت بسیار شکنندهی قرار داده است. طبق براورده های علمی در شرایط کنونی 35 درصد از سطح کشور دارای اقلیم فراخشک و 29 درصد در اقلیم خشک در مجموع 65 درصد واقع شده و میزان بارش آن از یک سوم متوسط جهانی فراتر نمی رود. نمودار بارندگی 32 ساله در ایران نمایانگر آن است که کشورمان در خلال این دوره با 6 بار خوش سالی مواجه بوده و علاوه بر این 17 بار نیز میزان بارندگی از حد متوسط کمتر بوده است و 5 بار نیز تا آستانه خوشسالی پیش رفته است. خوشسالی سالهای اخیر و ادامه روند استفاده بیروی از منابع کمیاب آبی سبب شده بیش از 50 درصد جمعیت ایران در مناطقی زندگی کنند که با خطر بحران آب مواجه هستند و پیش بینی های رسمی نشان می دهد ایران در 13 سال آینده با بحران جدی کمابی روبرو خواهد بود. نظام آموزشی ایران در فاصله سالهای 1357 تا 1376 زیر فشار رشد بالای جمعیت و نیز فزون گرفتن تقاضای اجتماعی برای آموزش شاهد افزایش کمی چشمگیری بود. رشد متوسط 5 درصد در سال این رشد کمی شتابان سبب شد تعداد دانش آموزان ایران طی دو دهه از 7 میلیون نفر به حدود 19 میلیون نفر در سال 1376 برسد با کن شدن آهنگ رشد جمعیت تعداد دانش آموزان ایران هم وارد سیر نزولی خود شد و در سال 1392 به 13 میلیون نفر رسید حال اگر افزایش متوسط جمعیت ما نیم درصد بیشتر از میزان کنونی رشد جمعیت بود تعداد دانش آموزان ما در سال جاری از 20 میلیون هم فراتر می رفت. کاهش چشمگیر جمعیت دانش آموزی اما سبب افزایش کیفیت و امکانات آموزشی نشده است. حدود 40 درصد کلاس های درسی ایران از استانداردهای لازم از جمله تجهیزات گرمایشی ایمن برخوردار نیستند و آتشسوزی در مدارس که در سالهای پیش قربانیانی هم داشته یکی از نتایج این وضعیت تأسف است گفتنی است جمعیت ایران اکنون حدود 77 میلیون نفر می باشد، و رشد سالانه جمعیت در ادامه سیر نزولی دو دهه گذشته خود از حدود یک ممیز سه همه درصد فراتر نمی رود. میزان رشد که از سال 1335 به این سو بی سابقه است به جای خورسندی نگرانی های فراوانی در میان مقامات ارشد رژیم جمهوری اسلامی به وجود آورده و آنها علا رغم کمبودهای شدید همچنان تمایل به افزایش جمعیت دارند. گروه تروریستی داعش موسوم به دولت اسلامی که اخیرا کنترل بخش‌های بزرگی از عراق و سوریه را به دست گرفته، خطر جدی برای حکومت مرکزی عراق و یک تهدید جدی نظامی و امنیتی برای کشورهای غربی و منطقه خاورمیانه به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی در تلاش است تا با مسلح کردن پیشمرگه های کرد برای جنگ با داعش نقش فعالتر را در بحران عراق ایفا کند نقشه که حالا با وجود تهدیدهای گروه دولت اسلامی به طرفداری از ایران از سیاستمداران و گروه های سیاسی در بغداد محدود نیست اما داعش چگونه پدید آمد و راه مقابله با این گروه تروریستی چیست از عبدالله محتدی دبیرکل حزب کماله کردستان ایران پرسیدم گروه موسوم به دولت اسلامی چگونه پدیده است و از کجا پشتیبانی می شود؟ این البته جزئیات این مسئله رو فقط سازمان های اطلاعاتی با شبکه های گسترده اطلاعاتیشون و یا متخصصین محلی که از نزدیک باش آشنایی دارن میتونن با دقت و با جزئیات بگن ولی در در حد عمومیش یکی از انشعابات القاعده است که ابتدا این در سال 2006 به اسم دولت اسلامی عراق تقریبا نوع انشعاب و انشقاق از القاعده بود و شاید دو تا فرق میشه براش قائل شد در بین فرقای کل فرقا یکیش اینه که شدت و خشونتش حتی از القاعده بیشتر بود و دوم این که زدیتش رو از آمریکا و غرب بیشتر به طرف شیعه, و اهل تشیع برد بعدن با توجه به حوادثی که تو سوریه پیش آمد و با توجه به اینکه اپوزیسیون میان رو و کما بیش دموکراتی که تو سوریه وجود داشت این به تدریج تضعیف شد و اپوزیسیون اسلامی و یا اسلامگرای خیلی تندرو در اونجا سر کار آمد به تدریج این, این گروه در اونجا هم طرفدارانی پیدا کرد و به زودی مسلح شد و دولت اسلامی عراق و شام رو تأسیس کردن من که دقیقا داعش از اونجا میاد مخفف اینه و اخیرا هم اسمشون رو کلا به دولت اسلامی تغییر دادن جریان نیست فوق العاده خشن فوق العاده بیرحم که هیچ یک از اصول انسانی دنیای متمدن امروز رو قبول نداره کاملا موعود و خودشون به همین دلیل اعلام خلافت اسلامی کردند و ابو بکر بغدادی خودش رو خلیفه مسلمین جهان معرفی کرده و از همه تبعیت و بیعت خواسته و به طور کلی اینا در دنیای 1500 سال پیش زندگی می کنند و با اون روش ها توی قرن 21 میخوان امرشون رو جلو ببرند بنابراین این خصوصیات این سازمان از کجا کمک میگیره دقیقا معلوم نیست ولی قدر مسلم این هست که از جانب نیروهایی که شاید بیشتر افراد ثروتمند و بعضی ثروتمندان دنیای عرب باشن از اینا کمک میگیرند ولی بعید نیست نیروهای دیگری که حتی خودشون سنی نیستند تقویت بکنن یا اگرم امروزه نکنند یک روزی تقویت کرده باشند بعید نیست رژیم بشار اسد این کارو کرده باشه اصلا بعید نیست که جمهوری اسلامی این کارو کرده باشه برای اینکه مبارزه و جنبش دموکراسی خواهی و آزادی خواهی علیه دیکتاتوری بشار اسد رو به یک جنگ شیعه سنی تبدیل کنند و منحرفش کنند یا نیروهای دیگری ممکن استفاده ببرند از این نیروها همیشه از این جریانهای تروریستی و ارتجایی همیشه میتونن افراد و جریانهای مختلف استفاده بکنند ولی ریشه اصلیش در این نوع اعتقادات و در سازمان القاعده معروف است. مسعود بورزونی رئیس اقلیم کردستان عراق گفته است که ایران به پیشمرگه های کرد در نبرد با گروه های تروریستی داعش کمک تسلیحاتی کرده است. این کمک ها در ازای چیست؟ در ازاش من نمیدونم هنوز آیا به بم... به صورت رسمی و به شکل یک قرارداد اینها با هم توافقی کردند یعنی آیا کردهای عراق و حکومت اقلیم کردستان عراق وارد توافق رسمی شده یا نه ولی قدر مسلم اینه که جمهوری اسلامی به سرعت موقعی که کردها مورد حمله داعش قرار گرفتند به سرعت تلاش کرد که خودش رو نزدیک بکنه پیشنهاد کمک و مشاوره و اسلحه و این جور چیزها داد و خودش رو سعی کرد دوست و همراه کردهای عراق نشون بده مطمئنا از روی دلسوزی نسبت به کردهای عراق نبوده این کار کرده منافعی رو داره تعقیب میکنه و جزو اهم سیاست هایی یا اهدافی که دولت جمهوری اسلامی در عراق تعقیب میکنه یکیش اینه که کردها رو وارد پروسه سیاسی عراق بکنه و از نخست وزیر جدید آقای حیدر عبادی وادار به پشتیبانیشون بکنه یا تشویق به پشتیبانیشون بکنه و به این ترتیب سعی کنه که اونها در نوعی همپیمانی با جبهه اعتلاف بزرگ میهنی شیعه قرار بگیرن از طرف دیگه میخواد با این کمک ها و با این ابراز دوستی ها از هر نوع امکان اینکه کردستان عراق به, به نحوی خلاف منافع جمهوری اسلامی عمل بکنه و از جمله در رابطه با احزاب اپوزیسیون کرد ایرانی که پایگاه‌هاشون مراکز اصلیشون ستادهاشون اونجاست در رابطه با اینها مطمئنا تلاش خواهد کرد فشار بیاره و تلاش خواهد کرد استفاده بکنه ابعاد این هنوز معلوم نیست و بایستی در آینده منتظر بودید ولی در نیات جمهوری اسلامی هیچ شکی نیست روند تحولات اخیر نشان از عزم جدی کشورهای غربی در مبارزه با گروه داعش دارد و به نظر می رسد که برخورد نظامی تنها گزینه موجود است. کشورهای منطقه چه نقشی در این زمینه دارند؟ نه فقط این مسئله فقط راه حل نظامی نداره اگرچه شکی نیست که در وهله اول بایستی جلوی پیش های داعش رو گرفت و به ضربات نظامی وارد کرد برای اینکه در غیر این صورت امکان در پیش گرفتن راه حل سیاسی فراهم نمیشه ولی توجه بکنید چرا داعش تونست نیرو بگیره سیاست های فرق حکومت مالکی که با تشویق و تایید جمهوری اسلامی انجام می گرفت عراق رو به این روز انداخت باعث بدبختی مردم شد حکومت آقای مالکی نتونست امنیت رو تأمین بکنه نتونست توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی رو تأمین کنه از لحاظ مالی فوق العاده آلوده به فساد بود و از لحاظ سیاسی و اجتماعی دست رد به سینه کل اهل تسنن زد عرب های سنی عراق و اونها رو از مشارکت در پروسه سیاسی عراق دور کرد ترد کرد با کردها تمام پیمان ها و وعده هایی رو که داده بود زیر پا گذاشت و یک سیاست به شدت فرق گرایانه در پیش گرفت در گذشته سال 2006 و 2007 هم همونطور که عرض کردم این حکومت اسلامی دولت اسلامی در عراق به وجود آمد ولی به پیشنهاد کسانی که واقعا شناخت داشتن از سیاست عراق آقای پتراوس رو که اون موقع فرمانده نیروهای آمریکا بود در اونجا متقاعد کردند که به جای جنگ با سنی ها بایستی خود مردم و نهادهای سنی عراق رو و اشایر سنی عرب عراق رو هواشون داشته باشه مورد پشتیبانی قرار بده و امنیت اون مناطق را از اونها بخواد صحوه یا بیداری که جریانی بود در این اون سالها درست شد و آمریکا ازشون پشتیبانی کرد خودشون القاعده رو از عراق بیرون انداختن ولی موقعی که آمریکا نیروهاش رو از عراق برد بیرون آقای مالکی به خصوص در دو دو دوره دوم ریاست جمهوریش کاملا یک سیاست فرق گرایانه و بسیار دیکتاتوری و اقتدار گرایانه رو پیش برد و در نتیجه بخش های بزرگی از جامعه عراق رو چه کردها و چه عرب های سنی رو از پروسه سیاسی و از مشارکت سیاسی دور کرد این نارضایتی عمیقی که در جامعه عرب سنی عراق وجود داره ریشه اصلی نفوذ داعشه شما بایستی به به مشکلات این جامعه و به لزوم مشارکت سیاسی اونا به س... توجه بکنید یک دولت فراگیر یک دولتی که بتونه در برگیرنده باشه نه ترد کننده توی بغداد به وجود بیارید و به این شکایت ها و به اصطلاح تظلم ها و دادخواهی ها و اونا و مسائل و مشکلات اونها اونا جواب بدید من معتقدم که و کشورهای عرب رو به خصوص کشورهای سنی باید دخیل بشن تو این امر این جنگ داعش نبایستی به جنگ شیعه و سنی تبدیل بشه این تمام خاور میانه رو به آتش میکشه و شعله های یک جنگی رو بلند میکنه که به این سادگی ها فروکش نخواهد کرد بنابراین دولت عرب باید به نحوی دخیل بشن جام در این مبارزه علیه داعش خود سنی عراق باید تحبیب بشن به مشارکت سیاسی تشویق بشن خواستاشون رو حتی امکان با سی مورد توجه قرار داد من هیچ ایرادی نمی بینم در این که عرب های سنی عراق همونطور که ها برای خودشون کیانی موجودیتی دارن در داخل عراق اونها هم کیانی داشته باشن بر خودشون مجلسی پارلمانی داشته و اداره داخلی خودشون داشته باشن و این مطابق قانون اساسی عراق قانون اساسی عراق چون این مجالی رو و چون این امکانی رو پیش بینی کرده مالکی اجازه نمیداد بنابراین یک اعتلاف بزرگ باید شکل بگیره در منطقه و در داخل عراق هم بایستی به خواستای سنی توجه بشه و در درجه دوم هم طبعا به کردها هم اون بحث دیگری است به مستقل از داعش ولی خواستای کردیان هم بایست توجه بشه و بنابراین یک چنین حکومت که جامعیت داشته باشه تنوع رو بپذیره در داخل عراق سکتاریست نباشه و پشتیبانی منطقی و بین المللی را هم به خودش جلب بکنه این راه حل به نظر من باعث ترد و تضعیف و نهایتا ریشهکن کردن داعش خواهد شد البته در ضمن اینها جنبه نظامی و شکست دادن عملی داعش را هم نباید فراموش کرد اینها زمان میبره ولی به نظر من تنها راه این هست با توجه به سیاست سرکوب اقلیت های مذهبی و قومی از جمهوری اسلامی در ایران و با توجه به وجود گروه جش العدل در بلوچستان آیا احتمال ظهور یک داعش ایرانی وجود دارد؟ این سیاست ها اگر ادامه پیدا بکنه در ایران مطمئنا چه مذاهب مختلف و چه ملیت ها و اقوام مختلف دچار مشکلات بزرگی خواهند شد در ایران ببینید حقیقتش اینه خیلی از این سیاست هایی که آقای مالکی پیاده کرد با تشویق و تایید ایران بود و مشابه این سیاست ها رو خود جمهوری اسلامی سالهای سال در ایران داره پیدا میکنه ببینید اولا این نشون میده که در کشوری که دارای تنوعات اتنیکی و مذهبی هست بخصوص خصوص راهی جز یک حکومت سکولار و جدایی دین و دولت وجود نداره شما هر مذهبی رو به مذاهب دیگه حاکم کنید هر قوم و ملیتی رو به دیگران حاکم کنید و هر نوع تلاش برای نادیده گرفتن این تنوعاتی که در جامعه وجود داره و ترد اونا از صحنه و نادیده گرفتن حقوق اونا به نظر من منجر به فاجعه های خیلی بزرگی خواهد شد جریاناتی که در دور اخیر مثلا ما دیدیم تو بلوچستان اتفاق افتاده خب خیلی ها نه با اون خشونت و نه با اون روش ها موافق نیستند ولی فراموش نکنید که سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران بوده با اون تعصب و زدیت شدیدش بر علیه اهل تسنن که این وضع به وجود آورده چقدر مولوی ها و شخصیت های روحانی اهل تسنن رو در بلوچستان سر نیست کردن چقدر مدارس اینا رو با بلدوزر و با خاک یکسان کردن ببینید من جای دیگه هم اینو گفتم تنها منم نگفتم خیلی ها گفتم من خودم آدم سکولاریم ولی توجه بکنید به این که در لندن و فرانکفورت و چه میدونم مونیخ و تمام کشورهای غربی که اساسا جوامع مسیحی هستند در همه اونا مسجد اهل تسنن هست در تهران ده پونزده میلیونی که به گفته خودشون ام القرای اسلام هست یک مسجد اهل تسنن رو سالهاست اجازه ندادن باز بشه نمازخانه داشتن اونم با بلدزر خراب کردن ببینید شما نمیتونید در یک جامعه با این تنوع وسیعی که مثل ایران شما نمیتونید با نادیده گرفتن ها و با تردها و با سلب حقوقها ها هیچ وقت ایران رو به جای مناسبی برسونید راه ایران راه دموکراسی راه پلورالیزمه پذیرفتن این تنوعات به رسمیت شناختن حقوق هر یک از این تنوعات و به نظر من دموکراسی در ایران علاوه بر جنبهای عمومی و جهان شمول و یونیورسالش که همه جا هست ولی به خصوص دموکراسی در ایران اگر بخواد واقعی باشه باید به این مسائل توجه بکنه من فکر میکنم به رسمیت شناختن این تنوعات و حقوقی که بر اونها مترتبه این نیست که ایران رو به سوی تجزیه و تلاشی و اختلافات درونی میبره این ایران رو حفظ خواهد کرد وحدت مردم ایران و همبستگیشون رو حفظ خواهد کرد ولی سیاست های جمهوری اسلامی همونطور که دیدیم آقای مالکی در عراق چه نتیجه ای گرفت در ایران هم اگر این سیاست های ادامه پیدا بکنه به عقیده من به هیچ وجه آینده خوشی قابل پیش بینی نیست برای این کشور و مسئولش هم مستقیما رژیم جمهوری اسلامی خواهد بود علی یونسی دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور قومیت ها و اقلیت ها بر ضرورت حقوق اقلیت های مذهبی و قومی تاکید کرده است و آقای روحانی نیز از حقوق شهروندی سخن گفته. آیا این اظهار نظرها درباره حقوق مردم قرار است به سیاست های اجرایی تبدیل شود و یا تنها حرفایی است که جنبه تبلیغاتی داشته و برای دلخوش کردن مردم است؟ اگر هم تلاشی یا تغییری در گفتمان و در ادبیات دولت جمهوری اسلامی در برخوردش به این مسائل دیده بشه ولی متاسفانه هیچ چیزی عملی نشده در این زمینه حالا شما میتونید دو تا حدس بزنید یا دو تا احتمال بدید یکی اینه که اصولا دولت آقای روحانی هم فقط منظورش گفتار درمانی بوده و عملی برش مترتب نیست و یا اینکه حتی اگر چنین نیتی هم داشته باشه افراتیون جمهوری اسلامی و جناه اصولگرا و اقتدارگرا و بیت رهبری و سپاه پاسداران و همه نهادهای پایدار و ساختاری تره جمهوری اسلامی با یک چنین چیزی با یک چنین تغییرات و رفرم های مخالفن واقعیت اینه که دولت آقای روحانی نتونسته در این مورد قدم عملی و جدی برداره خب توجه بکنید که در کلا در زمینه تغییر سیاست داخلیش در جبه داخلی آقای روحانی در زمینه های دیگه هم قدمی بر نداشته و بخوادم نگذاشتن برداره تغییری که ما در سیاست دولت ایران و کلا نظام سیاسی جمهوری اسلامی میبینیم بیشتر مربوط به سیاست خارجی شه با هدف کاهش دادن کم کردن و یا به طور کلی برداشتن تحریم های اقتصادی هست فشار اقتصادی تحریما، اونها رو وادار کرده که زبون خوش و سازشکارانه در پیش بگیرن با آمریکا و با دولت های غربی من هنوز به نظر من که معلوم نیست حالا ببینیم به کجا منجر میشه در سیاست خارجی ولی در سیاست داخلی به نظر من جز تق... گفتار درمانی فعلا ما عمل زیادی ندیدیم از 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 دولت آقای روحانی با سپاس از آقای عبدالله محتدی دبیر کل حزب کمولی کردستان ایران که در این گفتگو شرکت کردند. خواهش باراک اوباما در واکنش به انتشار ویدیوی سربریدن استیون ساتلوف خبرنگار آمریکایی به دست گروه تروریستی داعش گفت که این اعمال باعث مرعوب شدن آمریکا نخواهد شد رئیس جمهوری آمریکا که به تالین پایتخت استونی سفر کرده است تاکید کرد که او به دنبال تشکیل اعتلافی برای سرکوبی و نابودی گروه خلافت اسلامی است به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس با این حال وی تاریخی برای تصمیم گیری درباره اتخاذ یک استراتژی به منظور مقابله با اقدامات این گروه در سوریه اعلام نکرد. آقای اوباما که در یک نشست خبری سخن می گفت اظهار داشت پیچیدن تومار این گروه زمان میبرد بارک اوباما در ادامه گفت که آمریکا این جنایت وحشتناک علیه این دو جوان را فراموش نخواهد کرد. وی افسود هرچه را که این قاتلان فکر می کنند با کشتن آمریکاییان بیگناهی چون استیون کسب می کنند در واقع برایشان شکست است شکست خوردن زیرا مانند مردم سراسر جهان آمریکاییان از بربریت آنها منزجرند ما مرعوب نخواهیم شد اعمال هولناک آنها ما را به عنوان یک کشور تنها متحد می کند و عزممان را برای نبرد با این تروریست ها مصمم تر. رئیس جمهوری آمریکا تصریح کرد آنهایی که اشتباه صدم زدن به آمریکایی ها را مرتکب می شوند باید بدانند که ما این مسئله را فراموش نخواهیم کرد و هر زمان که طول بکشد عدالت اجرا خواهد شد. آقای اوباما گفت هدف ما روشن است و آن تضعیف و نابودی داعش است تا دیگر نه تنها برای عراق بلکه برای منطقه و ایالات متحده نیز تهدیدی نباشد. در همین حال رئیس جمهوری آمریکا روز گذشته نیز با صدور دستور اعزام 350 سرباز دیگر آمریکا به بغداد برای حفاظت از دیپلمات‌های آمریکایی در پایتخت عراق حضور نیروهای نظامی آمریکا در عراق را به بیش از 1000 سرباز افزایش داد جان کری وزیر امور خارجه آمریکا نیز در اظهار نظر جداگانه ای گفت متاسفانه بربریت چیز جدیدی در دنیای ما نیست همینطور شرارت ما قبلا هم با آن مبارزه کرده ایم امروز هم با آن مبارزه می کنیم. وی افزود وقتی تروریست ها در هر جای دنیا شهروندان ما را بکشند فارغ از اینکه چقدر طول بکشد ایالات متحده آنها را مسئول خواهد دانست و آنها که جیمز فولی و استیون ساتلوف را در سوریه به قتل رساندند باید بدانند که ایالات متحده آنها را مسئول خواهد دانست هر مقدار هم که طول بکشد گفتنی است اظهارات رئیس جمهوری آمریکا پس از آن ابراز می شود که مقام های این کشور صحت ویدیوی منتشره از سوی گروه تروریستی داعش را تایید کردند. در این ویدیو نشان داده می شود که یکی از اعضای این گروه سر استیون ساتلوف خبرنگار آمریکایی را از بدنش جدا می کند. ماه گذشته نیز گروه خلافت اسلامی به همین شیوه جیمز فولی دیگر خبرنگار آمریکایی را به قتل رساند. از شما بینندگان گرامی هم بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می توانید در وبسایت ما با آدرس ایران فردا live .com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا تیوی نتورک با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید تا هفته دیگر که با شما خواهیم بود بدرود